جهان پهلوان تختی یکی از اسطوره‌های ورزش ایران است که به خاطر جوانمردی‌هایش نام وی بر سر در بیشتر ورزشگاه‌های کشور نقش بسته است. هرگاه نام و یادی از جوانمردی‌هایش به زبان می‌آید یا به تصویر کشیده می‌شود، جاودانه بودنش در اذهان تمامی کسانی که او را دیده و از خوبی‌هایش شنیده‌اند زنده می‌شود. شیرمردی که علاوه بر افتخار آفرینی‌ها و قهرمانی در میدان‌های جهانی المپیک، ویژگی‌های والای اخلاقی داشت. جهان پهلوان تختی سال 1309 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و او فقط 37 بهار به چشم دید. اکنون که در میدان‌های مختلف ورزشی بعضاً حرکت‌های ناشایست و غیر جوان مردانه به طور مستقیم برای میلیون‌ها بیننده پخش می‌شود، بیش از هر چیز به سمبل‌های واقعی و رفتار جوان مردانه مثل جهان پهلوان تختی نیاز داریم. تختی پهلوان و قهرمان ملی و دوست داشتنی بود و هنگام مرگ اسرارآمیزش مردم هرگز علت رسمی اعلام شده را نپذیرفتند. آخر اسطوره مردم و نماد سربلندی ملت بود و هیچکس باور نداشت سلطان قلب‌ها خودکشی کرده باشد. نزدیک های ظهر 17 دی ماه 1346 خبر تقریبا در شهر پخش شده بود. خبر خودکشی تختی. هر کس به دیگری می رسید می گفت آیا خبر داری تختی انتحار کرده است؟ هیچ کس نمی توانست این خبر را باور کند، چون واقعا باور کردنی نبود. در وهله اول چنین به نظر می رسید که این هم یک شایعه است، ولی این خبر صحت داشت. تختی خودکشی کرد و در همان موقعی که عده‌ای با ناباوری خبر آن را می شنیدند، جسد جهان پهلوان در سردخانه پزشکی قانونی قرار داشت و پزشکان مشغول کالبد شکافی بودند تا علت مرگ قهرمان جهانی کشتی را دریابند. همه می‌خواستن از علت خودکشی او که چیزی باور نکردنی و غیر مترقبه بود سر در بیاورند. از سختی همه چیز ممکن بود سر بزند جز خودکشی. چه عاملی موجب شد که این مرد قوی و متکی به نفس عنان اختیار را از دست بدهد و با دست خویش رشته حیاتش را قطع کند؟ این پرسش‌هایی است که باید به آنها جواب داده شود. از همان لحظه ای که این خبر به مجله تهران مصور رسید، گروهی از خبرنگاران و عکاسان مأمور شدند تا آخرین اطلاعات و اخبار را در این زمینه گردآوری کنند. خبرنگاران به پزشکی قانونی رفتند و بعد با خانواده او ملاقات و مصاحبه کردند و آنچه را که به این خودکشی ارتباط داشت به طور کامل مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. گزارشی که تهیه شد مجموعی است از اخبار و اطلاعاتی که در 22 دی 1346 منتشر شد. اولین گزارش را محمد عرفی نژاد، خبرنگار تهران مصور، از آنچه در پزشکی قانونی دیده و شنیده بود نوشت. عرفی نژاد اولین خبرنگاری بود که اجازه ورود به اداره پزشکی قانونی را یافت و تا ساعت 4 بعد از ظهر در آنجا بود. عرفی نژاد میگوید جلوی در پزشکی قانونی هنوز خلوت بود. در بیرون کمتر کسی از مرگ جهان پهلوان خبر داشت. کمتر کسی میدانست که مرگ تختی را با خود برده است. خود را به درون راه رو انداختم و لحظه بعد یک بار سکوت شکست. چند تا مستخدم و چند تا پاسبان جلوی راه ما را سد کردند که به سردخانه وارد نشویم. او در ادامه میگوید در بیرون از محفظه پزشکی قانونی صدای شیون و فریاد مردم به گوش میرسید و طولی نکشید که حبیبی، صنعتکارا، مولا قاسمی، عرب و بقیه کشتیگیران و دوستان تختی از راه رسیدند. حبیبی با نگرانی چشم به در داشت و با بهت و حیرت به مردم نگاه میکرد. همه جا هر وقت حرفی از حبیبی به میان میامد، تختی هم به دنبالش بود. بیشتر از همه عرب بیتابی میکرد، فریاد میکرد و مرتباً از او یاد میکرد. با بیباوری کامل میگفت چطور ممکن است او مرده باشد؟ او همچنین میگوید در اتاقی که جسد تختی در آن قرار داشت و جسدش را کالبد شکافی می‌کردند باز شد. دو چهره خسته و پریشان نمایان شد. دکتر طباطبایی و دکتر خلصبری، دو فردی که آخرین بار پیکر بیجان و دست نخورده تختی را دیده بودند، زیر لب حرفای می‌زدند. هنوز معلوم نبود که تختی با چه سمی خودکشی کرده. وی ادامه می‌دهد هر کس در آنجا بود در و دیوار را نگاه می‌کرد و می‌گریست. همراه با دکتر طباطبایی خودمان را به اتاق او انداختیم. دکتر روی صندلی نشست و سرش را میان دو دست گرفت. این تماشایی بود، تماشای مردی که هر روز جسدی را می‌بیند، هر روز با مرگ روبروست. دور تا دور اتاق را عده خبرنگار و عکاس گرفته بودند و نیم ساعت که با این سکوت و ناراحتی گذشت، یک افسر پلیس از راه رسید با لیوان سفید رنگی که محتوی آن ماده مایل به سبزی بود که در آخرین لحظه از معده تختی بیرون کشیده بودند.
دکتر لیوان محتوی آب معده را روبروی روشنایی گرفت و خوب به آن خیره شد. افسر پلیس گفت که از آزمایش نتیجه کلی گرفته نشده و هنوز معلوم نیست که چگونه خود را کشته است. از وضع بدن تختی پرسیدیم و دکتر گفت در بدنش هیچ گونه علامتی ندارد، ولی به طور قطع و مسلم از لحاظ پزشکی قانونی می توانی نتیجه را گرفت که جنایتی در بین نبوده است و به دست کسی کشته نشده و مرگ او بر اثر خودکشی است و گزارش خواهد شد. وی در ادامه می گوید حرفای زیادی در جریان بود و محصل این که تختی با شهلا ازدواج کرد تا زندگی آرامی داشته باشد. آنها به زودی صاحب پسری به نام بابک شدند، ولی از هفته گذشته تختی ناراحت بود، به طوری که با هیچ کس تماس نمی گرفت و چهار شب قبل یعنی 15 دی ماه از خانه بیرون می آید و یک راست به هتل آتلانتیک می رود و اتاق شماره 22 را رزرو می کند و از آن شب در مقابل چشمان حیرت‌زده گارسون‌ها مدیر هتل یک زندگی تنها را انتخاب می کند. در مدت 4 روز هیچ کدام از افراد فامیل از رفتن او به هتل خبر نداشتند و حتی او نام خود را هم در دفتر هتل ثبت نکرده بود که ظاهراً احتیاجی به این کار نبوده، چون همه او را می شناختند. فردای روز اقامت در هتل یعنی روز شنبه 16 دی ماه می رود پیش وکیل و وصیت‌نامه رسمی تنظیم می کند و شخصی را وصی خود می سازد و بعد ملاقات با دوستان شروع می شود. سندکاران برای تختی هدیه ای از یک دوست که در خارج از کشور زندگی می کند داشته و تختی گرفتن هدیه را به روز دیگری موکول می کند. شب مرگ نزدیک می شود، در حالی که هیچ کس از کاری که تختی فکر آن را در سر می پرورانید اطلاعی نداشت. تختی دوستی داشت به نام جوادزاده و دوست دیگری به نام کریم مجللی. همیشه با دوستانش به حومه کرج که قطعه زمینی داشت می رفت و در مورد زمین و کار خود با آنها حرف می زد. زندگی از هر چیزی برایش بیشتر ارزش داشت. شب دوشنبه شام را در کنار جوادزاده و خانواده او صرف کرد. ظاهر او چیزی را که حاکی از فکر خودکشی باشد نشان نمی‌داد و حتی ظاهراً بیشتر از همیشه شاد و خندان بود. جوادزاده که از جریان قهر او از خانه خبر داشته به او اصرار می‌کند که دوتایی با هم بروند منزل او آشتی کند و تختی با خنده می‌گوید من خودم تنها می‌روم و حتما هم به منزل می‌روم، چون دلم برای بابک و شهلا تنگ شده و باید آنها را ببینم. و بعد خیلی آرام و سرحال از آنها جدا می‌شود، ولی برخلاف قولی که داده بود به هتل می‌رود و در اتاقش به استراحت می‌پردازد. ساعت 10 شب به حبیبی تلفن میزند. حبیبی غرق در تعجب از تلفن بی وقت تختی و خوشحال از لطفی که او در این باره از خود نشان داده شروع میکند با او حرف زدن. تختی میخندد، حرف میزند و از زمین و درختایی که قرار است در زمین قرض کنند صحبت به میان میآورد و از آینده حرف میزند و بعد از 1 ساعت حرف زدن با حبیبی از او خداحافظی میکند. یکی از نزدیکان تختی می گفت که یک شنبه جهان پهلوان با همسرش تلفنی صحبت کرد و درباره صحبت‌های تختی با خانواده‌اش اظهار نظرهای مختلفی می شد. از قبیل اینکه او گفته بود که دیگر به خانه باز نمی گردد و شاید آخرین روزهای عمرش باشد. خواهر تختی میگوید شب جمعه گذشته وقتی تختی به خانه آمد مثل همیشه لبخند به لب داشت، ولی زن شهلا اخما را در هم کرده بود و حرفی نمیزد. شام را در سکوت خوردیم و غلامرضا و شهلا پس از خوردن شام به اتاقهایشان رفتند و باز هم مثل شبهای گذشته صدای دعوایشان به گوشم رسید. او همچنین در ادامه میگوید تختی و شهلا 1 ماه پس از عروسی مرتب دعوا داشتند و این ناراحتی را همیشه شهلا پیش میکشید و من هر وقت به او میگفتم شهلا جان چرا زندگی خودت و شوهرت را تلخ میکنی؟ شوهرت نه مشروب میخورد نه قمار میکند و نه عیبی دارد، پس چرا اینطور او را عذاب میدهی؟ و شهلا همیشه در جوابم میگفت مشروب نخوردن قمار بازی نکردن مهم نیست، غلامرضا مردی که من میخواهم نیست. به همچنین ادامه می دهد شب جمعه گذشته مثل تمام شبهای 1 سالی که از زندگی مشترک و غیرقابل تحمل آنها گذشته بود به پایان رسید. صبح غلامرضا زودتر از همیشه از اتاق بیرون آمد و از چهره اندوهبار و پژمرده‌اش پیدا بود که شب را تا صبح بیدار بوده. صورتش را شست، لباسش را بتن کرد و برخلاف همیشه که صبحانه می خورد بدون اینکه حرفی بزند یا چیزی بخورد به طرف در حیاط رفت. او همچنین ادامه می دهد
با عجله به صحن دویدم و گفتم داداشون چرا انقدر ناراحتی؟ مگه صبحانه نمیخوری؟ غلامرضا سری تکان داد و گفت با اخلاق این زن، با ناراحتی هایی که هر دقیقه برایم فراهم میکند، توقع داری که صبحانه هم بخورم. با لحن نرمی گفتم چرا بیخود خودتو ناراحت میکنی؟ غلامرضا برای اولین بار در حالی که اشک در گوشه چشمانش جمع شده بود گفت تمام تقصیرها به گردن شهلا نیست. خانواده‌اش او را وادار میکنند که زندگی را برای من مشکل و غیر قابل تحمل نماید و من بین مردم آبرو حیثیت دارم. نمیتوانم پس از یک سال که از زندگی زناشویی ما گذشته از او جدا شوم. او میگوید نگاهی به چشمان اشک‌آلوده برادرم کردم و گفتم من دیگه نمیتونم ناراحتی تو رو ببینم. تو هنوز هم قهرمان محبوب مردم و مایه افتخار خانواده ما هستی و این برای ما دردناک است که تو از دست زنت گریه کنی. غلامرضا صورت مرا بوسید و گفت خواهر جان، مطمئن باش که دیگه اشک برادرت را نخواهی دید، چون تصمیم گرفتم که هم خودم و هم تمام شما را راحت خواهم کرد. غلامرضا از خانه بیرون رفت و ما مثل سابق مشغول کار شدیم، چون هیچ نمیدانستیم که غلامرضا چه تصمیمی گرفته است.